اینکه امروز در زیر نظام جمهوری اسلامی پزشکان کشور رو ترک میکنن، هنرمندان کشور رو ترک میکنن، استعدادهای علمی کشور رو ترک میکنن، میدونید چقدر به کشور خسارت وارد میشه؟ چون رژیمی بر سر کاره که برای اینها ارزش قائل نیست، نیازی نداره که صاحبان علم اونجا باشن، صاحبان صنعت اونجا باشن، فضا رو میبندن، فقط کسانی که با ما هستن یک رانتی دارن، این بخش رو میدیم به آقای فلانی، این بخش رو میدیم به حاج آقا فلانی، این بخش رو میدیم به آیت الله فلانی، داستان تمامه. اگر کسی بخواد اون مملکت دست به تولید ثروت و اختراع و اکتشاف بزنه، حکومت همه رو میگیره. با چه انگیزه ای مردم در اون کشور تولید ثروت میکنه؟ پزشکی که میبینه در کشورهای دیگر برای تخصص او ارزش بالاتری قائلن، خب برای چی در کشور ایران بمونه؟ میره که در جای دیگری. به تاوان حکومتی است که ما داریم میدیم. سرمایه های انسانی که از این کشور داره میره، نزدیک به 8 میلیون ایرانی ایران رو ترک کرده، غالب اونها هم انسان های اندیشمند و انسان های صاحب ثروت و سرمایه هم. بسیاری از ما در کشورهای دیگر موفق شدن، فرزندان اونها موفق شدن، تونستن در مراکز علمی، مراکز اقتصادی، مراکز حتی سیاسی وارد بشن. الان بسیاری از کشورها حداقل یکی دو تا نمایندهشون ایرانی تبارن یا ایرانی هن. در مراکز علمی، در ناسا گرفته تا جای دیگه. آخون چه میفهمه ناسا چیه؟ هنوز استهلال هلال ماه رو 3 نفر بعد اون بالا بشینن ببینن. هلال ماه شوال رو مثلا ما دیدیم بگیم عید فطر. چیکار به این چیزا داره؟ دفتر مقام معظم رهبری آیا ماه رو رؤیت کردن؟ یه اعتبار از این بالاتر میخواشون. و ذیل این تفکر دیگه اندیشمندی به وجود نمیاد. دیگه متفکری به وجود نمیاد. من یادم از آقای فیروز نادری که فوت هم کردن، یادشون گرامی، اشاره میکرد که من آمدم در ایالات متحده درس خواندم، کارهای مختلف، زمان خدمت برگشتم در ایران، خدمت سربازی من انجام دادم و گفتم حالا خب به هر حال علمی که من دارم ممکنه در ایران حالا اون زمینش فراهم نباشه، ولی اگه در جای دیگری که مرتبط هست تخصص من نیازه، من در خدمت شما هستم. گفت آقای قطب‌زاده به من گفت نه، برو همون پیش آمریکایی هایی که اونجا درس خوندی، ما به تخصص تو نیاز نداریم. وضع کشور همینه، قدر متخصص رو نیاز نداره. برای اینها متخصص کسی است که در غارتگری تخصص داشته باشه، در زدن زنان و دختران مردم تخصص داشته باشه، هرچی قاتل و جانی و عرازل و او باشه اینا میخوان، حالا مال فلسطین باشه، مال لبنان باشه، انیس نقاش باشه، دیگری باشه، اینا رو ما میخوان، چون میتونه یکی از اون مخالفان ما رو بره ترور رو بکنه. اما فیلسوف نمیخوان، صاحب ثروت نمیخوان، صنعتگر نمیخوان، همشون برن. چیکار داریم کسی میخواد بیاد کارخونه بسازه یا نسازه؟ اگه هم میخواد بیاد، باید ببینیم با آقای پسر هاشمی رفسنجانی توافق میکنه چند میلیون دلار رانت و رشوه به او بده، یه مجوز کارخونه بگیره. با پسر خامنه‌ای توافق میکنه که برگرده بخشی از اون اپراتورهای تلفن همراه رو بگیره. چون کشور تحت اختیار یه گروه خاصی است. تمام صنایع ما خصوصی، ما چیز عمومی نداریم، همه خصوصی، در اختیار بیت رهبری و افراد نزدیک بهمون. هنرمندان ما رو در زمینه های مختلف چه بر سرشون آمد؟ چه میکنن در اون کشور؟ چه میکشن از دست این ضوابط جمهوری اسلام؟ شما کار هنرمند، کار صنعتگر، کار سرمایه گذار رو به هیچ میگیرید، خب طبیعیه اونها دیگه نمیمونن، و وقتی اونها رفتن دیگه تمدن از بین میره. شما با یک جامعه بیروح روبرویی، در جامعه که تولید فکر نباشه، در یک جامعه که تولید شادی نباشه، بله ما نیاز به خوانندگان بزرگ نداریم. یک کویتی پور داریم برای ما میخونه،
یه حاج صادق آهنگران داریم، برای ما یه چیزی صحبت میکنه، در ذیل اون هم حالا افراد دیگری میان، جدیدن هم محمود کریمی و حدادیان و افرادی از این فرومایگان، اینها برای ما خوب مدعی میکنن. یه مجلس میذاریم، آقا اون بالا نشسته با دمپایی، بقیه اون پایین تو بیت رهبری و مراکز مربوط به خودشون، یکی هم میاد حاج منصور عرضی میخونه، بقیه هم شاگرداش محمود کریمی اون هفتیرکش به اضافه حدادیانو که الان شده استاد دانشگاه. یعنی واقعا بله، اینه که وضع کشور ما اینه. اگر نبود جای تعجبه در برآمدن اینها، جهل ما نقش داشته، مسبب جهل هم رژیم گذشته است. وقتی فضا باز نیست برای منتقدان، وقتی فضا فراهم نیست برای گروه های مختلف که تضارب آرا بکنن، در یک جامعه جهل زده همین ها به وجود میاد. در یک مرداب طبیعیه، شما نباید دنبال گل های زیبا باشید، نه، ما به رونده هیچ وقت نمیگنده. ما اینا تبدیل کردن جامعه رو به مرداب. نیاز نیست اصلا کسی فکر کنه، نیاز نیست کسی تولید فکر، شعر، ترانه و تجارت و صنعت همه رفتن کشورهای دیگه. آمارها رو نگاه بکنید، چه اندازه مردم در کشور ترکیه خانه میخرن از ایرانی. یک ثروتمندی سرمایهش رو جمع میکنه میبره ترکیه زندگی بکنه، یعنی اونجا رو آباد کرد. شما اگر 20 سال قبل 30 سال قبل رفتید آنتالیا، یک منطقه کوچیک، شما الان ببینید چه صنعتی، چه هتل‌هایی، چه مراکز گردشگری به راه افتاده. دبی رو نگاه بکنید، نقشی از اون جذب سرمایه های بین المللی است. ما نه تنها سرمایه بین المللی جذب نمی کنیم، سرمایه خودمون رو هم با سوء تدبیر و درایت میفرستیم برن. تازه افتخار هم میکنن جمهوری اسلامی، برید ما به شما نیاز نداریم، هر کی ما رو قبول نداره بره.